اول از همه ممنون از ایران اکادمی برای اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار داد برای یه گفتار کوتاهی درباره تاریخ نهادهای آموزشی در ایران. خب عنوان صحبت من هست نهادهای آموزشی در ایران مکان سیاست و منطق حزب. البته یه عنوان جاه طلبانه تری هم میشه گفت میتونه داشته باشه این گفتار که عنوان فرعیشه و یه جوری به مسابقه مقدمه‌ای بر تاریخ تشکیل نهادهای آموزشی در ایران. اصولا وقتی توی قرن گذشته از تاریخ آموزش توی ایران صحبت میکنیم و شکل‌گیری نهادهای آموزشی، از دو جور دانش، دو جور آموزش و دو جور مراکز تولید دانش صحبت میکنیم. یکی در واقع دانشگاه ها و مراکز رسمیه، در واقع یونیورسیتی و اون چیزی که اصلا حول و حوشش هست، و دیگری میشه یه جوری اسمشو گذاشت یونیورسیتی، آت آف یونیورسیتی، در واقع یه جور دانشگاه بیرون دانشگاه، یا میتونیم بگیم که یه جور نهادهای آلترناتیو تولید دانش. خب همونجوری که بارها گفته شده ضرورت تشکیل دانش، تشکیل مراکز آموزشی و در این حال یه جور پرداختن به علوم جدید بعد از شکست‌های ایران در جنگ با روسیه در قرن 19 هم شروع شد و به این معنا یه جور میشه گفتش که تاریخ تشکیل مراکز رسمی و دولتی آموزش در ایران، یعنی دانشگاه، یه جور واکنشیه به مدرنیزاسیون، در واقع میشه گفتش که واکنشیه به شکست‌های مفتزهانه در جنگ و به این معنا مسئله اصلیش زیرساختای اقتصادیه، مسئله اصلیش تکنیک، مسئله اصلیش تقویت دولت، مسئله اصلیش پیشرفت نظامیه، مسئله اصلیش معرفت قابل انتقاله. و در این معنا وقتی که ما از یونیورسیتی در ایران صحبت میکنیم، داریم از واکنش به مدرنیزاسیون صحبت میکنیم و این خیلی مهمه که در نظر بگیریم که به این معنا پس اگر این در واقع یک جور منطق این تشکیل این نهادهای آموزشی، منطق تشکیل دولت هم هست، به این معنا خب پس ما با یه دانشگاهی طرفیم که مهر تایید در واقع محتواشو به نحوی اصلا دولت میزنه. حالا دولت هم مفهوم عامشه، یعنی در واقع این نسبت خیلی جدی داره با قدرت و استیت. در مقابل این ما یه چیزی داریم، یعنی به همون موازات این تاریخ این ایران معاصر که درش نهادهای آموزش شکل میگیرن، ما نهادهایی داریم که بیرون دانشگاه دارن شکل میگیرن، در واقع یه یونیورسیتی آت آف یونیورسیتی، یه آلتر یونیورسیتی، یک سری نهادهای آموزشی بدیل که اینها در واقع از طریق روشنفکران و کسانی که خارج از دایره قدرتن اینها در واقع دارن تشکیل میشن و تقویت میشن. خب این مراکز بدیل در واقع اگر اون قبلیه یه جور پاسخی بود به مدرنیزاسیون، این یه پاسخ فرهنگی سیاسی به مدرنیته. در این معنا اون چیزی که اصلا گره میخوره باهاش این نهادهای آموزشی، نقد و حقیقته. یعنی در مقابل اون قبلی که با علوم کاربردی گره میخورد، این با نقد و حقیقته. در واقع اولا یه گسستی از وضعیت قبلی، علاوه بر اینکه در واقع اینا یک گسستی میشه در نظر گرفت، این یک گسستی توی فهم و توی معرفتی هست که در واقع دانشگاه و اینا دارن میدن. یعنی این شکل از آموزش داره میگه که یک چیزهایی رو در نظر نگرفتیم توی معرفت رسمی، توی معرفت در واقع معرفتی که از طریق نهادهای رسمی ترویج میشه. مثلا این گسست‌ها، جاخالی‌ها، اسم‌ها، ایده‌هایی که فراموش شده چیه؟ مثلا مسئله زنان، مسئله طبقاتی، مسئله نژادی، اینها رو به عنوان مسائلی که در واقع جای خالیش احساس میشه بیان میکنن. برای همینه که در واقع اولین نهادهایی که نهاد و افرادی که این شکل از آموزش آلترناتیو رو توی ایران تقویت میکنن، اینها مثلا روشنفکران چپن. شما نها کنین اولین
نامنگاری هایی که مثلا با تئوریسین های خارج ایران شده، نامنگاری هایی که حقیقی سوسیالیست های تبریز و پرخانوف و کاوتسکی می کنن، تئوریسین های خیلی مهم اون دوران. از اون ور در واقع نشریه کاوه در میاد تو دوره رضا شاه و اون نشریه که بالاخره یه محتوای دیگه ایو نسبت به اون چیزی که داره تو فضاهای رسمی ترویج میشه ترویج میکنه. خیلی جالبه، اولین نهاد رسمی که توی ایران تشکیل میشه دارالفنونه، یعنی یه جور خانه تکنیک. در مقابلش اون خب خیلی گره میخوره اصلا اون شکل از معرفت و دانش کاربردی با همین تکنیک برای همین پیشرفت‌های نظامی، برای اصلا در واقع ساخت دولت، برای یه جور شکل دادن علوم جدید در ایران. این یکی شکل در واقع محتوایی که تولید میکنه خیلی محتوای انتقادیه، یعنی اصولا تفکر انتقادی در نهادهای بیرون دانشگاه شکل میگیرن. خب این خط همینطوری ادامه پیدا میکنه، یعنی مثلا شما توی دوره رضا شاه اگه بگین نشریه کاوه رو دارین، تو قبلش سوسیالیست های تبریز دارن واسه خودشون یه کارهایی میکنن. حالا اینا فقط مثال های سرشت نماییه که بگیم که این آموزش چجوری داره اتفاق میفته. تو دهه 20 انبوه نشریات چپ رو دارین، انبوه سخنرانی ها رو دارین، انبوه در واقع انتقال دانش به کارگران و خب یعنی این یه شکل دیگه ایه که وقتی میاد جلوتر شما مثلا همینو توی مثلا اگه مثالی از چپ فراتر بریم توی نیروهای مثلا مذهبی، حسینی ارشاد داره این نقش رو بازی میکنه، علی شریعتی داره این نقش رو بازی میکنه. حالا میرسیم جلوتر به این که در واقع این نهادها در این حال براشون، یعنی نهادهای آلترناتیو، این شکل آلترناتیو و آموزش در این حال یه جایی سعی میکنه که وارد دانشگاه بشه، مداخله کنه، اما به هر صورت این در دانشگاه همیشه باز نیست براشون. گفتم منطق اون شکل در واقع نهادهای رسمی و دولتی آموزش منطق دولت سازی هم هست. به این معنا فقط زمانی که دولت تضعیف میشه توی ایرانه که این روشنفکرها و این شکل آموزش بدیل امکان ورود به دانشگاه رو پیدا میکنه. مثالش مثلا دهه 20 که همزمانه با شکلی دانشگاه تهران و نتیجهش هم در نهایت میشه اون اعتراضهای دانشجویی که در واقع همین ترکیب جالبی از کار صنفی سیاسی رو شکل میده. خب در این حال این آموزش آلترناتیو همونجور که گفتیم چون یه جوری گسستی از وضعیت سابق با امر نو هم گره میخوره و در این حال به همین دلیل چون با امر نو گره میخوره این ارتباط بیشتری هم با مردم داره. در این حال یعنی منظورم اینه که سوالهایی که پیش میکشه و پاسخهایی که به اینها میده بیشتر مسئله مردمه. ولی خب این درگیری بین در واقع آموزش آلترناتیو و آموزش نهادهای رسمی آموزش وجود داره. در این معنا در واقع دانشگاه یه گلوگاهیه برای ارتباط با جامعه، هیچ کدوم از دو طرف هم نمیتونن از سرش بگذرن. برای همین در واقع یه جاهای این دوتا وقتی که رو هم میفتن و دولت ضعیف میشه ما میبینیم که مثلا یه ها اساتیدی تو دانشگاه پیدا میشن مثل آریان پور که کلاس های پر جمعیت دارن، کلاس هاشون فقط در واقع مشمول دانشجویان نیستش، کلاس های شلوغیه. ولی با این حال این تنش دائما به شکل سرکوب روشنفکران نهادهای بدیل آموزشی حل میشه. یعنی بهترین نقطه‌ای که ما میتونیم در نظر بگیریم که این تنش، این درگیری بین نهادهای بدیل و نهادهای رسمی پیش میاد توی انقلاب 57. تو انقلاب 57 یک جور دانشگاه تبدیل میشه به مکان گردهمایی، به مکان گفتگو که در واقع اصلا امکانی برای تفکر، تبدیل میشه به محل اعتراض. در این معنا اون چیزی که خیلی مهمه که در نظر بگیریم اینه که خب به محض اینکه دانشگاه تبدیل میشه به یک نهادی که در واقع دیگه نقشه، به محض اینکه دانشگاه تبدیل میشه به نهادی که در واقع برای آموزش بدیل هم جا باز میکنه، انقلاب فرهنگی شروع میشه. یعنی جمهوری اسلامی هم بلاش دانشگاه جای مهمیه، همون
سخن معروف آیت الله خمینی میگه دانشگاه کارخانه آدم سازی است و این نشون میده که خب اون انسان نوین اسلامی قرار بوده از توی این دانشگاه ها در بیاد، ولی این دانشگاه ها دست نیروهای اپوزیسیون، دست چپ هاست، برای همین اینجاست که در واقع انقلاب فرهنگی اتفاق میفته. انقلاب فرهنگی بیشتر از اون که یک مضمون اسلامی سازی داشته باشه، منطقش منطق تصفیه سیاسیه. اسلامی سازی در واقع یک جور محتوای این حذف بود که هیچ موقع هم نتونست خودشو در واقع به شکل خیلی خوبی عرضه کنه و در نهایت میشه گفتش که اسلامی سازی دائما پروژه‌ای که شکست میخوره. ولی به هر صورت اینها موفق میشن که آموزش بدیل رو در اونجا کات کنن. یه نکته مهم اینجا در مورد انقلاب فرهنگی اینه که دائما بر این تاکید میشه که انقلاب فرهنگی یک یعنی دست کم یه فرم چپ بوده، ولی خب این دقیقا مخالف چیزیه که در ایران اتفاق میفته. یعنی اگه مثلا در چین انقلاب فرهنگی برای شکستن دیوان سالاری درون حزب بود، در ایران کاملا قرار بودش که شکل بده دیوان سالاری، چون شما همین منطق حزبی که توی دانشگاه هست توی دولت میبینین، توی کارخونه ها میبینین. پس توی انقلاب فرهنگی چین قرار در واقع حزب به روی خلق باز شه، در اینجا دارن خلق رو میریزن بیرون از دانشگاه. در این معنا پروژه انقلاب فرهنگی پروژه حزب ساختاری چپ هم هست، به خاطر اینکه چپ در واقع یک نقش بسیار عمده‌ای در شکل دادن آموزش بدیل در ایران داشته در سالهای قبلش و قراره که این کات شه به نفع اینکه این اسلام، این سوژه اسلامی و این انسان نوین اسلامی بتونه از در دانشگاه‌ها بیاد بیرون. با این حال این پروژه موفق نمیشه و مقاومت‌ها ادامه پیدا می‌کنه و توی دهه 70 که ما دیگه اوج شکلی، یعنی اوج این آموزش بدیل رو می‌بینیم. شما سمینارهای زیرزمینی رضا براهنی رو دارین که محمد مختاری تو شرکت میکنه، شما کلاس‌های کارنامه رو دارین، کلاس‌های هوشنگ گلشیری هست، مراد فرهادپور هست، اینها در واقع سعی میکنن که دانشگاهی که به محاق رفته رو ازش بگذرن و بیان و در نهادهای آموزش بدیل کارشون رو ادامه بدن. همزمان با این توی مذهبی ها سخنرانی های سروش شما داریم، توی مجلات آدینه هست، کیان هست، یعنی این نهادهای بدیل دارن کار خودشون رو ادامه میدن. یونیورسیتی آرت آف دی یونیورسیتی داره کار خودش رو ادامه میده. ولی خب از این دوره جمهوری اسلامی هم برخورد تازه یا شروع میکنه، چون بالاخره وقتی هجوم اول انقلاب فرهنگی اول کار نکرده، اینا تلاش میکنن که به نفع دیگه اینو در واقع سرکوب کنن. خب اگه در نظر بگیریم که یه جور همین قدرت سخت اولش اعمال میکردن، تصویه میکردن، میکشتن، یعنی مثلا قتلای زنجیره‌ای نمونه کشتن نویسندگان، کسانی که مثل پوینده داره نقد ادبی رو در واقع ترویج میکنه، گسترش میده، کارهای خیلی عمده‌ای توی این انجام میده. محمد مختاری پژوهش‌های عمده‌ای داره و اینا همه کسایی هستند که دارن در واقع آموزش بدیل رو تقویت میکنن. خب وقتی این پروژه دیگه کار نمیکنه، شکل دیگه ای از در واقع حذف این آموزش بدیل اتفاق میفته. این بار این منطق این حذف، منطق این سرکوب، منطق خیلی فیزیکی و منطق سختی نیست. سعی میکنن از طریق مثلا جنبش نرم افزاری، از طریق روش های انضباطی و کنترلی، از طریق یه جور سیستم همین موازی سازی نهادهای بدیل رو کنار بزنن. شما نگاه کنید توی سالهای اخیر اتفاقی که افتاده اینه، ما بیشتر از اون که شاهد یه جور همین حذف، هنوز حذف در واقع سخت، ولی بیشتر از این که شامل یک جور حذف سخت رو ببینیم، با چیزی که مواجهیم ساختن نهادهای موازی، مثلا مجلات موازی، مثلا یه سایت ترجمان، سایتیه که دقیقاً همین خیلی نزدیک به ایده های چپ و اینها، ولی داره فاند میشه از طریق حکومت. از اون ور ما مثلا مجلات و رسانه هایی رو داریم که خب اصطلاحی که براشون به کار میرفت مثلا این بودش که امنیت کاران فرهنگی، یعنی در واقع اینها دارن یک سیستم موازی رو
پیش میبرن، به نظر فرهنگیه، به نظر مترقیه، ولی به کار حذف دسته دیگه ای میاد. خب توی یه همچین وضعیتی ما همچنان میبینیم که مثلا توی خیزش دیما این مقاومت چه توی بیرون دانشگاه چه در درون دانشگاه داره پیدا میکنه. مثلا طرح کارورزی تو دانشگاه هست، انجمنهای صنفی دوباره به کار افتاده، یعنی یک جوری ایده های آموزش بدیل بیرون دانشگاه داره میره داخل دانشگاه، یعنی از هر دو طرف این مقاومت ادامه داره. در واقع کل تاریخ آموزش در ایران تاریخ درگیری این دو تاست، تاریخ درگیری دو جور آموزشه، یک آموزش دولتی و یک آموزش بدیل. یه اتفاق خیلی جالبی که در دوره دوم میفته، یعنی تو دوره انقلاب فرهنگی دوم که با همین موازی سازی ها گره میخوره، خصوصی سازی دانشگاه است. یعنی در عین حال دانشگاه هم وارد یک فضای جدیدی شده، یعنی فضایی که میگم صرفا منطقه همین حذف درش کار نمیکنه، بلکه چندین راه موازی در کنار هم برای اینکه بتونن در واقع تصرف ایدئولوژیک بکنن دانشگاه رو دارن پیش میبرن. با اینکه مشخصا میشه گفت اگر پروژه اصلی جمهوری اسلامی در مورد نهادهای آموزشی و اسلامی سازی بذاریم، این پروژه کاملا شکست خورده و شکستش رو صرفا نباید در همین حالا محتوایی که نتونستن تولید کنن فهمید، بلکه باید در یک جور مقاومت هم فهمید، یعنی مقاومتی که داره از طرف نهادهای موازی اتفاق میفته. من اگه بخوام بحثم رو یک جمع‌بندی کوتاهی در موردش بگم اینه که اصولا باید جدی گرفت نهادهای آموزشی بدیل رو. ما الان توی ایران مثلا نهادی داریم مثلا مثل پرسش، مراکز آموزشی رو داریم که دارن این شکل از آموزش بدیل رو تقویت میکنن، افرادی که کاملا از دانشگاه بیرون گذاشته شدن وارد اونجا میشن، و در این حال در داخل دانشگاه هم یک شکلی از مقاومت رو داریم. ولی به هر صورت اون چیزی که باید جدی گرفت اینه که همونقدر که ما در واقع در مورد دانشگاه حساسیم، همونقدر که در مورد اون پژوهش میشه، باید این آموزش بدیل هم جدی گرفت، به خاطر اینکه بدون این آموزش های بدیل، بدون این نهادهای آموزشی بدیل، نوشتن تاریخ آموزش یک سده گذشته در ایران خیلی